فرمودید مشاغل عمرانی که میتونید اقدام بکنید، چه لایسنس هایی میخواد، چه مدارکی میخواد، کارفرما چی میخوان از فردی که میخواد تو این زمینه مشغول به کار بشه؟ حقیقتا برای من که با رشته عمران اومدم جاب های مختلف خیلی زیادی داشت، شغل مختلفی بود، برای مثال سایت انجینیر، پراجکت انجینیر، بعد کانستراکشن پراجکت منیجر، بعد استیمیتر، اینها طیف وسیعی از شغل ها هستن که من میتونستم واسه شون اقدام بکنم، ولی ترجیح هم این بود که با شغل استیمیتر شروع بکنم، چون ما مهندسه که تو ایران کار میکنن دو تا قسمت رو خیلی فعالن، یکی سرپرست کارگاه میشن، همیشه توی کارگاهن و خیلی علاقه زیادی هم دارن که توی سایت های کانستراکشن باشن، و یکی هم بحث مترو برآورده که میشه همون استیمیتور. خب به عنوان یک نفری که توی پروژه ساختمونی بوده، سرپرست کارگاه بوده و پراجکت منیجر بوده، من دوست داشتم خب طبیعتا در ابتدا پراجکت منیجر رو اقدام بکنم، ولی چون فضای کار رو نمیشناختم ترجیح دادم توی یک، بله، به خاطر اینکه جاب خیلی مشخص بود، مسئولیت ها مشخص بود، ریسک کمتری داشت، نوع ارتباطات تعریف شده بود، و به خاطر همین از استیمیتر شروع کردم. ولی خب دوستای دیگه هم بودن که با سایت شروع کردن، سایت انجینیر شروع کردن یا لیول های بالاتر. رزومم رو بر اساس اون ساختاره که توی استرالیا مرسوم هست طراحی میکردم و بعدش کاستومایز میکردم برای هر کدوم از جاب دیسکریپشن ها و اپلای میکردم، چون خیلی مهم بود که این فرایند کاستومایز کردن برای هر کدوم از جاب دیسکریپشن ها خیلی مهم بود، چون برای مثال یک نفری که میخواست یک استیمیتر رو توی استخدام خودش بگیره، یک شرح شغلی میداد و میگفتش که من این رو نیاز دارم، این مسئولیت ها رو باید داشته باشید، و بر اساس اون من رزومم رو تنظیم میکردم و ارسال میکردم، و بعد از اون یا تماس میگرفتن اگر مورد نظرشون بود، یک تماس تلفنی میگرفتن، و اگر توی تماس تلفنی خوب بودی دعوتتون میکردن به جلسه حضوری، و جلسه حضوری یا منجر شد به کار پیدا کردن، و یا اینکه خب گزینه های دیگه، افرادی که کاندیداهای دیگه بودن اونها موفق میشدن کار رو بگیرن. چقدر طول کشید تا کار اولتون رو پیدا بکنید؟ خدمتتون عرض بکنم که به طور کلی یک پروسه زمانی داره. شما برای مثال تا یک هفته ده روز تا کارت بانکیتون نیاد اصلا هیچ کاری نمیتونید. درسته؟ یا اینکه اون یک ماه اول مدیکرتون بیاد، گواهی نامه هاتون بیاد، یک سری کارتی هست به نام وایت کارت که برای حضور توی سایت های ساختمونیه، اون کلاس ها رو باید برید. حالا خیلی واجب نیست برای کسی که شاید بخواد استیمیتور باشه، ولی به طور کلی توصیه میشه. اینها یک زمانیه و به خاطر همین میگم بعضی وقتا برای من یه مقداری طول کشید، و تو این فاصله زمانی که میخواستم کار رو پیدا بکنم، خب طبیعتا گزینه های دیگه ای هم داشتم، کارهای کژوال بود، کارهایی که توی رشته تخصصیم نبود، اونها رو انجام دادم تا یه مقدار با فرهنگ آپدیت بشم، یه مقدار با زبانی که اینجا صحبت میکنن هماهنگ بشه گوشم، و به خاطر اون یه بازه زمانی دو ماهه یا دو ماه و نیم طول کشید. و یه موضوعی هم که بود، من پول زیادی هم نیاوردم و میدونستم که باید کار بکنم، و مقایسه میکنم با دوستای دیگم که پول خیلی زیادی آوردن، اونها زمان بیشتری طول کشید تا به درآمد برسن، ولی من زمانی که به درآمد رسیدم فکر میکنم سر 12 روز بود.
بعد از 12 روز. احسن. آره من ABN هم رو گرفتم، بعد دیگه تکس فایل نامبر هم رو گرفتم. یه جوری بود که میخواستم واسه من پول بریزم، میگفتن تو ABN نداری چطوری واسه بریزیم، اینطوری بود. آره من آدم بودم که سریع آدم اکتیو بودم، رفتم خیلی جابه کژوال پیدا میکردم. برای مثال توی رزومه توی استرالیا وقتی میخواین اپلای بکنید یه قسمت اچیومنت باید داشته باشید. حالا ساختارش حتما دوستان بیان متوجه میشن، یا اینکه بر اساس ساختاری که توی استرالیا باید اپلای بکنید. من چند تا ریکروتر بهم زنگ زدن، خیلی ساده گرفتم، اصلا جوابی ندادم، یا هی میگفتم بهشون من تازه اومدم، تو میگفتم تازه اومدم، قطع میکردن دیگه، ادامه نمیدادن. ولی از این زمانی که مصمم شدم واسه کار کردن، اپلای کردن رو شروع کردم به صورت منظم. یعنی گفتم این یک بخشی از کار منه. کار کژوالم کنار گذاشتم، هر روز لباس میپوشیدم، میرفتم کتابخونه، اونجا اپلای میکردم به عنوان یک نفری که انگار اومده سر کار. اونجا اپلای میکردم 7 تا 8 تا گاهی بیشتر و گاهی کمتر. به صورت یک شغل جدی گرفتمش، اپلای کردم و بعد از چند تا اپلای که انجام دادم مصاحبه دعوت شدم. توی فکر میکنم سومین چهارمین مصاحبه دعوت شدم به همکاری. بازم تاکید میکنم این که خیلی آدمی باشه که بتونه ارتباط برقرار کنه واسه شون خیلی مهمه. الزاماً به اون معنا نیست که مثل نیتیف حرف بزنه یا اینکه دامنه لغات خیلی خوبی داشته باشه، الزاماً به اون معنا نیست. الزاماً به این معنایی که بتونه ارتباط برقرار کنه و اون انرژی مثبت رو بده، اون روحیه رو اگر پیدا بکنن حتما کار بهش میدن، چون هر کاری که میان آموزش داره، بهشون آموزش رو میدن، بدونن اون شخص آن تایمه، فست لرنره، حتما اوکی میشه. حدود رنج درآمدی یک کانستراکشن استیمیتر حدودا چقدر هستش و این رو به صورت حدودی برای دوستان بگید که به چه روالی هستش؟ اصلا دریافت پرداخت حقوق تو استرالیا چطوریه؟ ماهانه میدن، سه ماهی میدن، هفته ای میدن؟ اینو میخوام میدونم، اما میخوام شما توضیح بدید به چه شکلی هستش و روال به چه نحوی هستش و نکته پایانی اگر دارید اون رو هم بفرمایید. چیزی که من بخوام اپلای بکنم، خب طبیعتاً سنیور استیمیتور نمیرم دیگه. سنیور استیمیتور کسیه که خب تجربه بیشتر داره، متر برآوردگرهای دیگر رو آموزش میده، مسئولیت بیشتری داره. من اون چیزی که میدونم استیمیتوره، یا جونیور استیمیتور یا استیمیتور. اونا حال رنجشون از 70 تا 120 $70,000 تا $120,000 در استرالیا و خیلی وقتا به علاوه سوپر انویشن هم هست. بله. یعنی که به علاوه این چیزی که میدن، یک پولی هم میدن توی واسه بازنشستگی که تو فکر کنم 7% سوپر انویشن اون هم در نظر میگیرن. این بدون شک ابتدا اون مالیاتش رو کم میکنن دیگه، بر اساس اینکه توی کدوم پله مالیاتی هم باشین اون رو مشخص میکنن دیگه. فکر میکنم 70-80 اینها توی اینترنت میتونم سرچ بکنم، بزنم مثلا من 90,000 تا میگیرم چقدر به من ممکنه، اون رو قشنگ میگن مثلا 70,000 تا چقدر میگن، 80,000 تا چقدر دست منو میگیره. و این رو در قالب بسته به شرکتی که کار میکنن، من شرکتی که کار میکنم هفتگی پی اسلیپ میده به من. بله بله. هفتگی پی اسلیپ میده، واریزش هم هفتگی انجام میده. هیچ وقت ناامید نشن که میان اینجا، اگر به این فکر بکنن که برای یه ماموریت کاری نیومدن، اینجا اومدن زندگی کنن. اینجا همه چیز به مرور زمان حل میشه. یعنی اون ثبات باعث میشه که گاهی حوصله‌ت هم سر بره. برای مثال هر قسمتی از کار زمان بره، مثلا ناامید نشن، عجله نکنن.
این بخشی از زندگیه. یک انسان رو از یک قاره دیگه آوردن به یک قاره دیگه تا با این شرایط اخت بشه، تا با این شرایط عادت بکنه، یه مقدار زمان میبره و باید صبور باشن و انرژیشون رو حفظ کنن و ناامید نشن.